ریشه های این کار در واقع برمیگرده به دوران کودکی من. من یادم که حتی با گل باغچه مجسمه میساختم، صورت هایی میساختم و علاقمند بودم به تیپ های مختلف. مثلا برادر من نقاش بود، شاگرد کمال ملک بود، ازش خواهش میکردم یه دفتری درست کرده بودم، گفتم اینجا مثلا واسه من یه ارباب ده بکش صورتشو، یه حمال، نمیدونم، یه رخشور، اینا اونم برای من اینا رو میکشید. و علاقه به بازیگری هم از کودکی داشتم و موقع تئاترم که نبود، یا بود ما رو نمی بردن تئاتر، من بچه جنوب شهر تهران بودم، ولی تو عروسی ها مطربا رو می دیدم که تئاتر رو حوزی بازی می کردن. عجیب عاشق این کاکاسی های مطربا بودم رو حوزی ها. و بعد آمدم سنی مثلا کلاس 5-4-5 ابتدایی که بودم، با شاگردای همشاگردیام و بچه های محل یه گروه درست کردیم که تئاتر بدیم. از بچگی من چارلی چاپلین رو خیلی دوست داشتم. یادمه که اون موقع که فیلم های صامت بود، ما خونمون روبروی سینمای تمدن بود، من یه پسرخاله داشتم که هنوزم در حیات 90 سالشه، این مترجم سینما بود. من به پارتی این پسرخاله هر شب میرفتم سینما، 5-6 سالم بود، وای میسادم دم سینما تا پسرخاله بیاد دست من میگیره میبرد بالا. یه فیلمو که یه هفته نمایش میدادن من 7 شب میدیدم. اینقدر عاشق چارلی چاپلین شده بودم که یه لحظه در دوران کودکی خیال میکردم منم چارلی چاپلینم. منو بلند میکردم میذاشتم وسط مجلس، میگفتن نصرت جون چارلی چاپلین شو. و یه عصایی مثلا مال یه پیرمرد میدادن دست منو، یک کلا شاپو هم میذاشتن سرم و منم روی این قالی را میرفتم مثل چارلی چاپلین، رو میخوردم زمین و ادای اونو در میوردم، اینا قشقش میخندیدن. ولی من احساس میکردم واقعا شدم چارلی چاپلین، باورم شده بود. اولین عکسی که من گریم کردم موقع 10 سالم بوده، با پنبه لحاف، لحاف دوشک، ریش و سیبیل واسه خودم چسبوندم، یه کلا پوستی هم گذاشتم سرم، برای خودم بازی میکردم. یه وقت برادرم دوربین خریده بود، آمد تو گفت بشین عکستو بگیرم، این عکس واسه من گرفته، من اونجا یادگار نگرش داشته. در واقع میشه گفت اولین کارهای گریمیس که اونجا پیش خودی کرده بودم. این اسمش وقاحته. آدم هایی که ذاتن وقی هست. دختر ارمنیه، یه ویرجین ارمنیه، تیپ اشرافی ارمنی. این یه تیپ بدحجابه که امروز به اینا میگن بد حجاب. از یه ور چونش رو پوشونده، از این ور موهاش انداخته بیرون، موجه ها و بله همه گونه آرایش هم کرده بود. این یه طنزی است از آرایش خانوما، اسمش موجه مصنوعی و دندان طبیعی است.
دندوناش جفتک چهارکش بازی میکنه، ولی موجه مصنوعی رو گذاشته خیلی اینجوری شیک و قشنگ درست کرد. این یه زن آمیست، تماشاگر تئاتر روزی که حالا موقعی است که شاید اون کاکا سیاهه مزه ای انداخته و این از خنده روده بر شده. این اسم شاماجی خانمه، همینجا رو دیوارم دیده میشه دیگه. اون تیپ دایه خانومه، اینایی که مادری میکنن برای بچه های دیگران که بچه هایی که مادر ندارن. آدمیست که بچه ها رو دوست داره، اینقدر موچ کشیده واسه بچه ها، اصلا اکسپرسیون موچ کشیدن رو صورتش فیکس شده. این کلفت خانزاده، زنایی هستن که از بچگی توی خانواده مرفه کلفتی میکنن و همجور تو اون خونه پیر میشن، بچه ها و نوه های اون خونه رو هم بزرگ میکنن، اغلب پیر دختر باقی میمونن، یک عمر رنج کشیدن و هیچ از زندگی بهره ای نبردن. اسم این شوقه، یه چیز خبر خوشی شنیده، حالت شوق در چهرش هست. اشرافی قجریه، اسمش جغد دوله است، اسمش صرفه‌جویی در چشمه. بعضی آرایش ها از خانوم ها میگن یه چشمشون پوشیده است اونقدر که آرایش. این از این تیپ های عبرزنه، زنهایی هستن که قدیمی هم گذن شاه رو از اسب پیاده میکنه. پدرم به من گفتش که سه تا مدرسه هست برای دبیرستان، هر کدوم میخوای انتخاب کن. اگه میخوای کار تجارت و اینا بکنی، کسب و کار تجارت، برو مدرسه دارایی. اگه میخوای اداری بشی و تو وزارتخونه ها استخدام بشی، برو دارالفنون. اگه میخوای هنرمند بشی و صنعتگر و اینا، برو مدرسه صنعتی. در اون موقع نه من نه والدینم نمیدونستیم که هنر با صنعت فرق داره. من عشق به هنر داشتم، گفتم مدرسه صنعتی. خب منو بردن اسمم نوشتن قسمت آهنگری. خب اونجا یه آهن به من دادن، گفتن هی اینو بسا. منم قدم از همه کوتاه‌تر بود، تو این کارخونه میزای بلند بود و میزای کوتاه برای قد کوتاه. بچه‌هایی که بزرگ بودن کلاس‌های آخرتر می‌رفتن اون میزای بلند، گیره‌های بزرگ. من می‌رفتم عمدن دم اون میزای بلند با اون گیره‌های گنده یه دونه پیت بنزینی میذاشتم زیر پام، میرفتم اون رو وای میسدم. تازه برای سامونکاری باید اینجوری سامونکاری کنم. بچه ها میخندیدن از این مسخرگی که من میکردم. یه دفعه همجور که داشتم این کار میکردم و همه بچه ها از خنده رو دبر شده بودن، یه وقت دیدم خنده رو صورت این بچه ها ماسید. همه نگاهشون رفت طرف دفتر، فهمیدم که مهندس اولیایی که خیلی ازش میترسیدیم کتک میزد، این از دفتر اومده و داره میاد طرف من. از نگاه این بچه ها من فهمیدم که اولیایی داره میاد به طرف من و حالا پشت سر من وایساده. یه دفعه دیدم بچه ها شروع کردن لبخند زدن، فهمیدم اولیایی هم خندیده که اینا لبخند زدن. بعد برگشت پیچید این طرف میز و گفت بخندین، بخندین بهش. آقا جان تو جات تو هنرستان صنعتی ایران آلمان نیست، تو میدونی کجا باید بری؟ اول لاله‌زار یه کوچه است، سرش یه پلاک برنجیه، روش نوشته هنرستان هنرپیشگی. تو باید بری اونجا. توی هنرستان هنرپیشگی علاقه‌ای که به گریم داشتم موجب شد که برم زیر دست آقای کنعانی که گریمور اونجا بود وایسم کار بکنم. دو سال که گذشت اصلا این دیگه نمی اومد، کارا رو سپرد دست من. بعد سال 1323 مرحوم نوشین تئاتر فرهنگ رو پایه‌گذاری کرد با شاگردای خودش. در اونجا یه آقایی رو دعوت کرد برای کار، ارمنی بود به نام ناپلئون سروری. این در مسکو تحصیل کرده بود، تحصیل دکور. وقتی تئاتر افتتاح شد این هم گریمور بود هم دکوراتور. من دیدم این یه جوری دیگه گریم میکنه،
با مال کنعانی فرق داره، یه فرهنگ بالاتری داشت. ولی گریمور نبود، بلد بود، نقاش خیلی خوبی بود، از رو اون گریم هم میگه. منم آسیستان این آقای ناپلئون سروری شده بودم، هم در دکور هم در گریم. یه روز منو برد به کتابخانه شوروی تو خیابون سعدی، کتاب تئاتر بخواست بخره. یه دفعه یه کتاب هم برداشت نگاه کرد و گفت کریم اینو تو بخر، عشق داری به گریم. گفتم آخه من روسی بلد نیستم. گفت از عکساش هم استفاده میکن. من از روی این کتاب هنر گریم رو یاد گرفتم بدون استاد. یعنی اول طرحه، بعد رنگ گذاشته، بعد رنگا رو مفت کرده، این پایان کاره. اینجا چاق کرده همینجور. این چجور سایه رو کجا باید زد؟ اینا رو به من از قشنگ تعلیم میده. شبا اینو باز میکردم، هنرپیشه ها رو اینجور گریم میکرد. کتاب من چه سالی؟ سال 1938. و یادمه من در سال 1329 در تئاتر سعدی استخدام شده بودم برای گریم و بازیگری. ماهی 2000 تومن به من حقوق میدادن، در که گریم و رای دیگه مثلا ماهی 150 تومن حقوقشون بود. اینجوری این مال سال 1323 است. گریم کردم تو عکاسخونه عکس گرفتم، یه تیپ جاهل از این کلا مخملی هست. اینجا سه تیپ مختلفه که هر سه عکس رو در یه روز گرفتم اینها رو. این اون موقع من پیش پرده میخوندم، آخه این پیش پرده حاجی رو بابا است. چاق و لاغر، غمگین و شاد، و این هم تیپ حاجی رو بابا است. سال 23. سال 23 بله. این یه تیپیه که در سالای 1125 یه تیپ تریاکی بازی میکرده، همین تریاکی که نیم قرن تو ایران مد شد تو رادیو و اینا. اول کسی که شروع کرد من بودم. با همین تیپ... صدای چی؟ با همین صدای اینجوری حرف میزنم و تیپ تریاکی اینا. بعد مد شد، دیگران دیگه اینو ادامه دادن، من رهاش کردم. ولی گریمش اینجوری بود. سال 1320 بود، 21 بود که کنفرانس تهران تشکیل شد، چرچیل و استالین و روزویلت آمدن اینجا. برادر من شبیه اینا رو ساخت و بهشون تقدیم کرد و یه نامه هم داد که من دوست دارم موزه های کشور شما رو ببینم. شوروی و انگلستان و آمریکا دعوتش کردن. اول شوروی ها دعوت کرد، زمان جنگ بود. وقتی رفت و برگشت واسه با تعریف کرد که چی دیده تو موزه ها و اینا، از جمله گفت اونجا تئاتر عروسکیشون فوق‌العاده است، که آدم خیال میکنه اینا آدمن رو صحنه دارن بازی میکنن. عروسکای باتونی بود. خب من تئاتر عروسکی ندیده بودم، که من خیمه شب بازی دیده بودم که عروسکا جس جس میزنن. گفتم خب من باید برم اروپا این رشته رو بخونم دیگه. حالا نظام وظیفه نرفتم، پول ندارم، پاسپورت ندارم. 9 سال 10 سال طول کشید تا سال 31 موفق شدم که معافی نظام وظیفه و پاسپورت و پولام هم جمع کردم و رفتم به اروپا. یه مدتی ایتالیا بودم که اونجا مدرسه عروسکی نبود، بعد رفتم اتریش، بعد رفتم به چکسلواکی که اونجا دانشکده تئاتر عروسکی داشت. یه روز معلم بچه‌ها رو گفتش که امروز میخوام ببریمتون به استودیو یه فیلم عروسکی. یه فیلمی کارل زمان ساخته به نام الهام، با عروسکای شیشه‌ای که در نوع خودش تکه. اینو ببینید. منم با اینا رفتم دیگه. برای اولین بار در عمرم فیلم عروسکی دیدم. سال 1332. این منو اصلا گیج کرد که این چه هنریه. با عروسک روی شیشه اینا حرکت میکنن، میرقصن، بازی میکنن. اینا اصلا حیران شدم. از اونجا تصمیم گرفتم که من برم رشته فیلم عروسکی. همون روز رفتم دانشکده سینما، صحبت کردم که من میخوام در فیلم عروسکی ایرانی هم آدم اینجا میخوام تحصیل کنم، فیلم عروسکی یاد بگیرم.
گفت خودت میگی فیلم عروسکی، یعنی اول فیلمه بعد عروسکه، تو باید دوره کارگردانی سینما رو ببینی، بعد یه سالم تخصصی عروسک اون مسئله نیست، تکنیکش رو یاد بگیری، ولی برای فیلم سازی باید اول کارگردان بشی. اما من مجبوری اسم نوشتم تو دانشکده، 5 سال رشته کارگردانی سینما و تلویزیون دیدم، بعد از اینکه لیسانسم رو گرفتم گفتم هل وعده وفا. این فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است. یه زن کمونیست قدیمیه که ناگهان دیده که تمام این برج و بارویی که ساختن همه فرو پاشید و حیرت کرده و غمش گرفته. در آوشویتس اسمشو گذاشتم تاریکی قرون وسطا. آدمی است که به اعتقادات خودش خیلی پابنده و دنیا رو اون گونه میشناسه که خودش فکر میکنه و لا غیر، و شیفته تفکر خودش هم هست. این یه سیاه‌پوست آفریقای جنوبی بعد از الغای نژادپرستی خوشحال شده، تیپ قبیله‌ای هم هست با این دندونای ببر که به خودش آویزون کرده، داره هورا میکشه، میگه یهی. این راهبه است، یه دختری که احیانا شکست خورده در زندگی و رفته به کلیسا و در اونجا راهبه شده. یه تفننی کردم روی کاریکاتور برنارد شاو، مدیره شبانه روزی دخترانه در لندن، یه تیپ انگلیسیه با اون دیسیپلین انگلیسیش و آدمی که تحصیل کردم هست، مدیر خوبیه و متمدنه با این کوافور خیلی زیبایی که برای خودش درست کرده، اما پر از عقده روانی هم هست. اتفاقا این خیلی هم سریع ساخته شده، این از همون کاراست که تو مشتم گرفته بودم. ببین این اینجا رو ببین، این جای شست منه، اینجا مونده اینجا، یا مثلا اینجا این انگشت من اینجوری یه دفعه این حرکت کرده اومده بیرون و این فرم گرفته، اینجا جای انگشت سبابمه. یه روزی از روزایی که من استاش کار میکردم توی استودیوی ییزی ترنکا، یه آقای اومد اونجا یه خمیری آورد، خمیر سنتتیک، گفتش که این به درد شما میخوره برای سر عروسکا، اینو من ساختم. یه تیکه من ازش قرض گرفتم و همونجا جلوش ظرف یه ساعت یه مجسمه ساختم، یه تیپ اسلاوه. من با این آقای شتس که استاد دانشکده شیمی بود آشنا شدم و مرتب به من از این خمیر میداد، خمیر مدوریته، اسمشو گذاشته بود مدوریت، مخترعش بود. منم بهش جاش مجسمه میدادم. ماده مدوریت یکی از محاسناتش این است که رنگ میپذیره، رنگ گواش یا پودر رنگ رو میشه مخلوط کرد باش، خمیر رنگین میشه. مورد استفادهش هم جنبه هنری نداشته تالا، فقط من ازش این کارو، این صورتک رو ساختم، زیرا مجسمه بزرگ با این نمیشه ساخت، زیرا فشار خودش اینو دفرمه میکنه اگه بخوان بزرگ بسازن، وقتی بپذن وقتی که اون مجسمه که ساختن نیست. من یه فوتوفنایی هم در این زمین یاد گرفتم که با این خمیر چگونه میشه کار کرد، که زیادم بخیل نیستم میتونم یاد بدم به دیگرانم. در چکسلواکی استفاده ای که از این میکنن برای تجارت و فروش اینا، برای کارهای دستی خانمای خونه است، مثلا دکمه درست میکنن باش. هنوز من از چکسلواکی این خمیر رو وارد میکنم و این مجسمه ها رو باش میسازم. وقتی که حرفه من عوض شد، شدم در واقع کارگردان، این گردنگیرم شد که من کارگردان شدم. آمدم ایران که فیلم هایی که ساختم، درشکچی و فیلم هایی که میدونی ساختم و تلویزیون و سریال و این چیزا، در این مدت که این کار رو میکردم و مخصوصا تو سینما که میدونی اعصاب آدم داغون میشه وقتی فیلم برداری میکنه اینا، خسته و مرده، هر وقت به خونه میامدم و اعصابم خورد بود،
برای دغدغه کار فردا و ناراحتی های کار امروز که گذروندم خوابم نمی برد. اول قرص لومینال و این چیزا می خوردم، قرص خواب که بتونم بخوابم. بعد یه شب خمیره دم دستم بود، شروع کردم یه صورتکی ساختم. بعدش دیدم حالم خوب شد، دیدم این بهترین مسکن واسه سلسله اعصاب من. در واقع یک کاری مثل مدیتیشن. من وقتی دارم کار میکنم یه دارم مثلا همسرم میاد در اتاقم وا میکنه میگه کریمی تلفن به فلان کس کردی؟ من چرا جواب نمیدی؟ میگم چی گفتی؟ بهت گفتم تلفن به فلان کس کردی؟ من نشنیده بودم، نه اینکه صداشو نشنوم، اون چی که شنیده بودم این بوده. دارم این کلیه اپنی دیگه که باید دوام بودم برای هم اصلا تشخیص ندادم چی گفته. فهمیدم که این تمرکزه و تا به امروز از این استفاده سو استفاده میکنم، از این مجسمه اعصاب من راحت میشه. خوشبختانه حالا اینا رو از من میخرن، نمایشگاه میذارن، برام مینویسن، هم برام از نظر معنوی ارزش داره هم از نظر مادی. اما باور کن اگه نمیخریدن، اگه همه فوش هم میدادن میگفتن این چیه تو میسازی، تو آبروی هرچی مجسمه سازو بردی، بازم میساختم. نمیتونم نسازم. این یه تیپ مهاجره از باکو، از عشایر، قشقایی بختیاری، یه تیپ ایرانی خالص ایلیاتیه، سکوی قهرمانیه، گردن خیلی ورزیده است ولی مغز خیلی کار نمیکنه. یعنی معلومه که این آدم کار مغزی و فکری نداره، فقط کار بدنی میکنه و لذت برده از این که حالا قهرمان شده بوده. این کارگر معدن زغاله، ادویه فروش چینیه، چیزای کاسبکارای سنتی چین با اون ترازوهای کوچیکشون، ترازو مثقالشون، دواهای علفی میفروشن. این خشم زرد، این یه چهره چینیه، به هر حال یه نوع عشق شرقیه. قیافه این مرد رو نگاه کن، خیلی بیچاره این زن شده. اینم ژاپنیه، تیپ سامورایی، با این گردن ورزیده و تیپ قبراق و موی سر سنتی که آرایش سنتی داره. من خودم از گردن این خیلی خوشم میاد. یکی از عوامل دیگری که به من کمک کرده توی این کار روانشناسیه. من از سال 1355 در یک گروه روانشناسی شرکت دارم که هفته ای 2 ساعت یا هفته ای 4 ساعت وقتم رو برای این کار میذارم. خنده یه جور دیگه، خشم یه جور دیگه است، افاده یه جور دیگه است. اونجوری کسی رو قبول نداره، آدم ها رو برای یه ابروشو میکشه بالا، اصطلاحا ما میگیم طرف پشت چشم نازک میکنه اونجوری. حالا یه آدم ممکنه که آدمی باشه که تمرین قصه زیاد رو صورتش کرده اینجوریه، اما ضمناً افاده‌ای هم هست مثل اینجوریه. من یه آدمی دیدم میخواست سوزن نخ بکنه، این نخو تیز کرده بود اینجوری همچین که میشه که خودشو میخواست باریک کنه از سوراخ سوزن رد بشه. و اینکه اون احساسی که داشت ناخودآگاه رو صورتش منعکس شد، لبش هم جمع کرد تیز بشه از تو سوراخ سوزن رد. یه مادر بزرگ داشتم، این وقتی میخواست پارچه قیچی کنه ما همه میدویدیم، بچه ها میرفتیم تماشا، میگفتیم خانباجی داره خیاطیمون، قیچی رو که میزد همچین کرد. بعد وقتی میخواست بپیچه همچین کرد، بعد از این ما از خنده رو دوبار میشنیم، برامون یه نمایشی بود. من از این خطوط میتونم پی ببرم به خصوصیات اخلاقی طرف، از خصوصیات اخلاقیش میتونم پی ببرم به خطوط چهرش.
خورده غرور دانایی داره، پرمدعا همه رو مسخره میکنه و خیال میکنه که هر چی خودش فکر میکنه حرف درستی، همه رو میخواد نصیحت کنه. به محضی که بهش بگی دلم درد میکنه بهت نسخه میده. اون اصلا اعتماد نداره به حرفای این، ولی مثل که مجبوره در کنار این زندگی کنه. از همه چی ایراد میگیره و انتقاد میکنه، ناراضیه. هر گوشه بدنش را یه نیشتر بزنی تیکه های گوشت و برنج و چلو کباب میزنه بیرون. پرمدام هست، همیشه موافقت میکنه با دیگران. این آدم صبوریه و رنجهاشو تحمل میکنه، ولی میریزه درون خودش. عزلت طلبه، خوش قلبه، فرار میکنه از ناراحتی ها، بیشتر از ناهنجاری ها دوری میکنه. و زیاد بهش بد نمیگذاره، بلده که ناهنجاری ها رو یه جوری قورت بده، نه به این علت که قصه بخوره و اینا. میگه اصلا اینجوریه دیگه، کنار اومده با تمام بدبختی ها و ناراحتی های خودش، زندگیش کنار اومده. زیاد به خودش سخت نمیگیره، یه تیپ راحتیه و یک شادخار هم هست، قصه خور نیست. با وجود که زندگیش خیلی هم درخشان نبوده، ولی خودشو یه جوری تسکین میده، راحت زندگی میکنه. اون که کد چهارخونه یه پوشیده از این تیپای شهرستانی است که اومده تهرون و دلش میخواد تهرونی بشه، شیک بشه، و از مالیش هم خوب نیست. حالا این کد رو یه جور دست دوم گیر آورده، تنش کرده، اومده سر پل تجریش. نه این با این شیوه نمیشه، ولی که مردم هم بیان نگاه میکنن تو دوربین. یعنی که ما امکان نداریم که جای مناسب پارک بکنیم و از اینا فیلم بگیریم. هوا هم که تاریک شده دیگه، هوا رو از دست دادیم. راست نمیشه. به هر حال آقای زرادی هر کاری رو باید فکر اجراش هم کرد. نه چون اگر من بهترین فکرها رو بکنم ولی اجرا نشه یا بعد اجرا بشه به درد نمیخوره. این یه تیپ خیلی خوبیه. بله. میخواییم باش حرف بزنیم، سوال کنیم، فیلم بگیریم. شما چند سال اینجا میشینی؟ یه خیلی جدابادیه. جدابادیه. خونه های وقفیه اینجاست. آیواری کرده اینجاست. حالی ما جدابادی مونه. ما رنسی داشتیم بارا فروختیم. کار چیه اصلا؟ میوه میفروشم. کجا میوه؟ تاییدش اون موقعی شهرداری میذاش میوه میفروخته، مالی که هیچ چی فرق. حالا نمیذاره کار کنه؟ نه هیچ نمیذاره. یعنی میوه کنار خیابون میوه میفروختی؟ نمیذاره. باید پول داشته باشیم بریم اینجا از این چادرها بگیریم، ماهی 50,000 تومان تا بذارن، یا مثلا یه قباله باشه مال باقایی که داریم، مثلا دولید و مصرف، مثلا دست اول اینجور، این دست مردم، این که همش سازیه و مثل پارتی بازی و این حرف هاست. الان حساب بیکاریم فعلا. ای بابا از این چیز بگی، خب یه وانت بگی و اطرافش ها کن اینجا تو باغ میوه بزن بیاد. وانت؟ آره بابا شید جون داره دیگه، وانت مانت بگیره، خدا پدرتو بیا آموزه. خدا بارده من اگه عقل داشتم زمین من فروختم مثل چار عباسی، همین قیصریه مثل چار عباسی، همین امامزاده صالح که اینجا کفتر دون میخورن، دادم چند 13,500 تومن. خدا رو شکر، حالا فعلا سلامتی، زنده باشی، جایید که درد نمیکنه، هیچ جر هم داره. الحمدلله. چند سالت همونجا؟ 70 و
سه سال از من بزرگتر. ولی آدم 70 سالش که شد جایش درد نکرد تازه اول جوانیشه. همین که جایش درد نکنه باید خدا رو شکر کنی. روحان یه من 7000 شما میخوردی از اون. آره 7000 نون یکی 2000. آره تمام گوسفند یکی 2 تومن 22000. هر جوری زورت میرسیم گوسفند رو باید بفروش بخوش قرمه درست کنیم چیکار کنیم 22000. این بساطه نبود تجریش که تجریش بود و تجریشی بچه که بودن با بابا میومدم تجریش با حاج عبدالله دوست بود چپق بلند یه چپق داشت از اینجا تا اونجا دومه کسی که سرشو چیز بخوره آتیش بزنه. آره خودش دستش نمیرسه. آره زالو میفروخت و اینا. آره خیلی هم شوخ بود یادم شوخ بود. آره یه کمرچین میپوشی قبا کمرچین همه رقمه. آره قدیمی بود. آره تجریش هم حرف میزد. آره به شو بیا به ایشین فلان هر بار تجریشی ریش حنایی و آره ریشش اینجا بود و چپق بلند و قطعش هم رسا بلند بود. خب یادگاری رو گرفتم ازم قربون تو برم. یاد قیافه وارسته‌ای داره در این حال که آدم عامی و بیسواده ولی با زندگی خودش در طول عمرش کنار اومده یه نوع دید فیلسوفانه به زندگی داره با تفکر خودش با اتکای مذهبی که در ذهنش هست. به هر حال حالت عصبی در چهره این آدم نیست، یه نوع آرامش رو میبینی در چهرهش. این آرامش درونی رو یا از طریق فرهنگ خیلی سطح بالا میشه به دست آورد و با تفکر فلسفی و دید درست واقع بینانه به جهان هستی یا از طریق مذهب میشه به دست آورد. هر دوش به یه نتیجه میرسن. به هر حال چه خطا چه درست اون چی که میاندیشه درست فکر میکنه درست میاندیشه دیگه. یعنی با زندگی کنار اومده گرفتار تضاد روحی نیست. میخنده آدم هایی هستن که لبشون کچه. این بینیش این حالی یواش هاش هی شخصیت پیدا میکن. این زنه. من اینو یه آدم میبینم انا برای من زنده است. ولی زنده ای که من میتونم فرمش رو عوض کنم به اختیار خودم به او حالت بدم. الان کافیست که من یه دونه روسری سرش کنم آنم میشه یه زن. این روسریش اینه میشه براش پیش زلفی گذاشت. زلفش اومده تو پیشانیش. این الان اسمش میشه گذاشت هره کره. حالا همین آدم رو بخوایم عصبی و خشنش کنیم کافیست که من اینجا رو زور بدم این بیاد بالا. حالا البته این هنوز فینیشینگ خیلی تمیز نداره چون میخوام با سرعت اینو درست بکنم که شما ببینید. نمیشه پرداخت حسابی کرد ولی کاراکتر در میاد. یه آدم رنج دیده است. این خمیر خودش به من جواب میده و الان این چهره یه کاراکتری داره ولی وقتی خوشم نیاد اینو خرابش میکنم. خیلی راحت اینجوری. این بینیشه. این یه پیره مردیه که ریشم داره.
نویشش. الان مثل عزیز خوشم نیمد. خب میتونم فرم دیگه ای بهش بدم. نه الان یه خود حالت خودخواهی داره که هیچگیر قبول نداره. چه خبره اونجا اینقدر شلوغ کردی؟ ساکت؟ میخوام بخوابم. یه پدر بزرگی که مثلا با نوه‌هاش مثلا خشونت میکنه، آرامش میخواد، اونو جیغ و داد کردن. اینو حالا همین آدم کافیست که این دهنشو بیشتر باز کنه. تماشا کن این چه مسخره ایه، دلغکه. من لبش که بیاد اینجا اوقاتش تلخ میشه. با ما رو باش فشار بدی رو هم باز یه تیپ دیگه میشه. مثل این هنرمندا با کلای بره. این که ملازم فرمی این زیربنای اون صورتکه پاپیه ماشه است، با کاغذ و چسب و اینا درست شده. این پشت پیچ شده که بعدا بازش میکنی وقتی پخته شد. ولی چون این خمیر نرمه این زیربنا بهش کمک میکنه که بشه بهش فرم داد. اینجوری میاد روی این زیربنا. این خمیر نرمه، من یه جا رو میخوام یه خود گود کنم، فشار که بدم خود خمیر دفرمه میشه، اما اون زیرش وقتی سفت باشه خمیر دفرمه نمیشه. احیانا اینم یه تیپ زن خواهد شد. الان میدونم که زنه. این الان میخوام واسش دندون بذارم. این دندون ها چون داخل دهانه، اول دهانش رو باز میکنم. اینم الان زبونش. حالا که اینجور شد دیگه دهانش حالا میبنده. حالا این چشمش. اینجا باید من خودمو بذارم جای این آدم و حالت چشمشو در بیارم. من الان نمیدونم که این دستمو چقدر فشار میدم، بیشتر حسیه.
زرز کشیده است. مو رو حالا من پرداخت میکنم، ولی فرم اصلیش اون فرمیست که خود خمیر به من کمک کرده. این سن 44-45 سالش. این نگاهش باید زنده باشه، نگاهش الان زنده شد. امروز 20 میه؟ امروز 20 میه بله. این 20 می 1994. اینم اسممه، این کریمی. اینم میزنم اینور. اسمش رو میذاریم آبجی خانم. یه همچی تیپی رو صداش میکنن آبجی خانم. آبجی خانم بدی نشون. یه خودم قرقریه این آبجی خانم. این را میره لخ 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 را میره با اون دمپاییاش و همجور زیر لب واس خودش چیزایی میگه، قرقر میکنه، ولی کار میکنه دائما. اکنال داره. چکار کنم دیگه، خب اینجوریه دیگه. این پولو رو هم هنوز دم نکردم، بعد یه دقیقه دیگه میان همه شام میخوان از من. این کمردردم این نمیذاره که من را برم مدشون. این کمردرد رو ببرم. این کجا بود تا واسه من پیدا شد؟ این کمرم درد نمی کرده، یه دفعه شروع شده. نبیدم از چیه. این با خاک به سرم ماهی رو گربه اومد سر و ماهی رو برداشت برد. این با مدشون تاکید رو گربه دزده پدر سوخته. قابلمه رو بزنیم روی گاز. این هم 4 پایه داره که نره تو آب. بزنیم این تو، گاز رو روشن میکنیم. این از موقعی که میجوشه 20 دقیقه باید بجوشه، تو بخار باید باشه. کوره من همینه. من اصلا نه ابزار کار دارم، نه کوره دارم، نه آتلیه واسه کار. هر جا بشینم میتونم کار کنم. بله الان 20 دقیقه تموم شد، ما اینو دیگه خاموشش میکنیم. این الان حاضره. مقوا رفت داخل این. اینو آماده است. موقتا رو اینجا نصبش میکنی اینطوری، یه همچی فرمی پیدا میکنی دیگه تمومه. اولین نمایشگاهی که گذاشتم سال 57 بود. در حدود 60 کار داشتم. در فصلها و یادها نمایشگاه گذاشتم. به مهندس سیحون اومد، به من گفتش که آقای کریمی نه بازیگری بکن، نه کارگردانی بکن، نه سناریو بنویس، مجسمه بساز. تو این کاره ای، تو مجسمه سازی. گفتم آقا من مجسمه ساز والا نیستم، من گریمورم. صورت رو میشناسم، آناتومیش رو میشناسم، عضلات رو میشناسم، حالتهای مختلف چهره رو میشناسم، تسلط دارم. اما دست رو نمیشناسم، من نمیتونم دست بسازم، بدن نمیتونم بسازم، اسکلت رو نمیشناسم. گفت یاد بگیر اونا رو، اونا تکنیک. این تشویق سیحون هم باعث شد ما اومدیم چند تا سر تا پام ساختیم.
اما هنوز هم من راضی نیستم از مجسمه هایی که بدن ساختم هیچ کدوم اصولاً و به طور مبنایی از نظر آناتومی درست نیست و اینجا یک کلکی هم میزنم وقتی که بدن میسازم دیگه ریالیستی کار نمی کنم استیلیزه می کار می کنم که اگه خطایی داشته باشم پوشیده بشه اینو خودم واقفم چیز دیگری که به من خیلی کمک کرده هنر تئاتره من خودم به این مسئله واقف نبودم اولین نمایشگاهی که گذاشتم آقای معینی که خودش هم نقاشه و آدم خیلی با فرهنگیه یه نقدی واسه من نوشت و در اونجا اولین بار اینو به گوشم خورد گفت تو این کاری که میکنی در واقع مجسمه سازی نیست این در کادر هنر مجسمه سازی نمی گنجه گفتم پس چیه؟ گفت این یه چیزیه یه هنر جدیدیه بین تئاتر و مجسمه سازی کار تو ارزشش اینه که تو روح آدم رو میسازی ساختن جسم آسونه این حرف علی اکبر صنعتیه اما روح ساختن خیلی مشکله چکسلواکی اولین باری که شنیدم اونجا یه هنرپیشه تئاتر به من گفت کار منی که دید یه دفعه به رفقاش صدا کرد همه رو گفت بچه ها بیاین تماشا کنی یه دومیه دیگه پیدا شده من تا اون موقع دومیه رو نمیشناختم تازه رفتم کتابش خریدم نگاه کردم دیدم مجسمه ها و نقاشی های دومیه چقدر شبیه کار منه اونم استیلیزه کار میکنه یه خود شبیه کاریکاتوره ولی بیشتر از همه تیپ سازیه و اون روح درون آدم ها رو میاره بیرون تیپ کاریکاتور سوت بلبلیه آدم های علکی خوش بی فکر سوت میزنن کنار خیابون راه میدن و این اسم شاتر آقاست این شاترهای دکونوایی مخصوصا سنگکی وقتی که نون میپزه اینجوری این قیافش که کار میکنه این پارو رو میکنه یه حرکاتی داره که اون حرکاتش رو صورتش هم منعکسه گاهی هم طنزگو هم هستن همینجور که کار میکنن شعری میخونن یا مثلا یه شوخی با اون بغل دستشون میکنن این پینه دوزه مثلا میخواد مشتره بزنه تای کفش هم چی میکنن قیافش همچونش همجوری این دیگه حالا کاری هم کنن داره همجوری مونده یکی از کارهایی که در زمینه این صورتک سازی علاقمند بودم بهش هنوزم علاقمند هستم ساختن چهره شعرهای بزرگ ایران این نظامیه این فردوسیه شاعر کشور خودمون شاعر معروف ما به زعم من اگه فردوسی امروز متولد میشد سینماگر میشد فیلم میساخت یه فلینی بود فیلم های اجتماعی فلسفی سیاسی میساخت حالا اون زمان فقط شعر بوده و قلم سعدی رو هم ساختم یه حافظ ساختم که خودم هم زیاد نمیپسندمش مولوی به زعم نصرت کریمی من اینجوری شناختم
این آرامشی که شما در من میبینی، من الان 70 سالمه، ولی به تصدیق تمام اطرافیان و دوستانم آرامشم رو حفظ کردم. اینجور نبوده که در زندگیم صدمه نخورده باشم، صدمات زیاده، ولی یه مقدار و مدیون این مجسمه ها هستم. بر من حکم قرص مسکن داره، به من آرامش عصبی میده. اون یه تیپ نویسنده است، اسمش اهل قلمه، شاید از این تیپ هایی که در کانون نویسندگان میتونستیم نمونش رو پیدا بکنیم. این یه تیپ روشنفکر ایرونیه که اسمشو گذاشتم سرخورده، مثل اینکه با یه امیدهایی یه حرکتی رو کرده، بعد دیده که یه جور دیگه شد، ناراحت شده. ما اسمشو گذاشتم لبشتری. اسم این ناکامه. احیانا یه جوانی که در عشق ناکام شده و اون دختری که دوست داشته حالا شب عروسیشه، احیانا از دور ناظر عروسی اون معشوقه خودش هست. این اکسپرسیون صورت یه آدمی است که مال ناحیه جنگ‌های شیمیاییه. این اول یه دهن ساختم، نمیدونستم این زن مرد کیه کجاییه، یه دهن ساختم همجوری. این دهن که ساختم این داره زجه میزنه، این دهن مرده چی کار کنه خدا. این تیپ 16 قشمچمه. وقتی ندارم یه خمیره از خمیر وایا که بچه ها باش گلبازی میکنن، آدمک میسازن، با اونا میسازم، ولی اینه دیگه نمیشه نه پخت نه تثبیتش کرد، بس خراب میکنن دو مرتبه میسازم. مثل هر کسی دیگه که یه چیزی رو خلق میکنه، منم آثار خودم رو دوست دارم، همونجور که پدر مادر فرزندشون رو دوست دارن. من گاهی تنها که هستم اینا رو نگاه میکنم، پلشون راه میرم، گاهی باشون حرف میزنم. شاید در حدود 500 تا تالا ساختم، 50 تاشو کادو اینجا دادم، 50-60 تاشو، 200 تاش فروش رفته، بقیهش هست. شاید در حدود 250 تا دیگه داشته باشم. چرا؟ اونایی که فروختم دلم براشون تنگ میشه. اما هر مجسمه که ساختم عکس گرفتم ازش، عکساشونو دارم. قراره یه آلبومی هم چاپ بشه از این مجسمه، ولی هنوز ناشر خوبی پیدا نکردم. متاسفم از این که اینا از بین میرن، چون اینا وقتی که یه جنگی هستن و همه جمعن اون موقع ارزش داره. اتفاقا یه دونش دو تاش توی خونه زیاد جلایی نداره، زیاد توجهی رو جلب نمیکنه، ولی تو نمایشگاه خیلی جلب میکنه. آرزوم اینه که یه موزه کوچیکی باشه که این کارا رو اکسپوز بکنن اونجا، بلیت بفروشن، مردم بیان ببینن که خرج خودش هم در بیاره. و اینا در واقع ارث و میراث فرهنگی یه ملته. من دلم نمیخواد مخصوصا از مملکت بره بیرون.